ما بزرگترین شاید میتونم بگم بزرگترین پرونده فساد اقتصادی ایران رو در شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران داشتیم که در اون پرونده مقامات وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان ما همه متهم بودن، رقمی بیش از 6 میلیارد دلار بود که حالا اون پرونده رو هم که مثل پرونده های مشابه فساد اقتصادی بله اونطور که باید رسیدگی بهش شد. رسیدگی نشد و از بین رفت. اما در مورد پرسش شما باید عرض کنم که جمهوری اسلامی نشون داده که علی رغم اینکه در لحظه ای که شما تصور میکنید مجبور به عقب نشینیه و باید عقب نشینی بکنه، باز همین کار رو نمیکنه. اتفاقات این روزها در حوزه مبارزه مردم با حجاب اجباری و تحمیل پوشش اجباری از سوی حکومت به زنان رو وقتی ببینیم، عقل سلیم میگه که بعد از خیزش زن زندگی آزادی با بیش از 500 کشته حکومت باید کمی عقب بنشینه. اما دقیقا در اون نقطه جمهوری اسلامی نه تنها عقب نمیره بلکه پیشروی تلاش میکنه که پیشروی کنه و حالا جامعه هم داره با این هم مبارزه میکنه. اصولا حکومت های تمامیت ها حتی سکون رو نمیپذیرند، یعنی ایستادن در اون نقطه‌ای که هستند رو نمیپذیرند و تلاش میکنن که هر ماه پیشروی کنن. این موضوع در حوزه کارگری هم هست، در حوزه کارگران و معیشت هم هست و سایر حوزه‌ها. ضمن اینکه امر فساد رو هم نادیده نگیریم، که در باب مسائل کارگری فساد سازمان یافته و ساختاری و سیستماتیکی که در جمهوری اسلامی وجود داره همواره ظلمش و اون سختیهاش بر گرده قشر کارگره. اینکه چه می شود کرد، ما از روزهای آغازین جنبش زن زندگی آزادی حتی اقل دوستانی رو داشتیم در خارج از ایران، شخصیت های سرشناس و اپوزیسیون مثلا اشاره کردند و وعده دادن که به زودی صندوق های کمک به اعتصابات کارگران راه اندازی خواهد شد، داره سازوکارش رو طی میکنه. تا امروز هیچ اتفاقی در این حوزه حداقل به شکل ملموس عملی و اعلام شده نیفتاده. در داخل هم که همونطور که خودتون فرمودید انقدر حجم سرکوب بالاست که سازماندهی عملا غیر ممکن شده. اما اون چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که در نقطه ای این خرد جنبش ها مثل همین جنبش های کارگری، جنبش های معلمان، جنبش های زنان در یک نقطه ای اینها بتونن به هم بپیوندن. چطور چه ممکنه روزی بپیوندن؟ همین رو میخوام توضیح بدم، چه روزی این اتفاق میفته؟ روزی که یک، ما یک چشماندازی از آینده داشته باشیم، یعنی جامعه و این خورده جنبش ها یک تصوری در مورد آینده پس از به هم پیوستن داشته باشن که عملیاتی باشه، یک چشماندازی وجود داشته، در واقع رویایی رو بتوان به اونها فروخت. اون رویا هنوز وجود نداره. چطور یه همچین چیزی اصلا ایجاد میشه؟ خب بله، همونجوری که گفتید، حالا رویای در حد عبور از جمهوری اسلامی و تغییر وضع موجود است، ولی چطور ممکنه یه همچین چیزی اتفاق بیفته و چجوری این رویا رو میشه ایجاد کرد که یه کمی هم عملی باشه، با وضعیت و وقایع امروز همخوانی داشته باشه؟ به اون چیزی که همه ما با هم زیاد شنیدیم و هم گفتیم بحث سازماندهی بود. سازماندهی در داخل ایران به دلیل همه مسائلی که میدانیم و باز اشاره کردیم عملا غیر ممکنه. اگر در آینده نزدیک ببینید، ما یک بزنگاه‌های پیش رو داریم در جامعه ایران، به زنگاهایی که میتوان از مرگ احتمالی علی خامنه‌ای در آینده در موردش حرف زد تا ادامه بحران‌های اقتصادی مبارزه جامعه. اگر در کوتاه مدت بشود یک ارتباط سیستماتیکی بین فعالین حوزه‌های مختلف، کارگری، زنان، دانشجویی، دانش آموزی در داخل ایران با فعالینی قابل اعتماد در خارج از کشور که دست بازتری دارند، هم برای سازماندهی هم برای ارتباط با فعالین داخل، یک اتفاقی در اپوزیسیون اخیرا افتاد، خب بحث همبستگی بود که عملا ناکام بود. اما می شود شب مدل اون گروه های مختلف، یعنی گروه های مختلفی که در خارج از ایران حضور دارن با گرایش های متفاوت سیاسی، هر کدوم بخشی از بار این مسئله رو به دوش بکشن، ارتباطاتی که با داخل کشور برقرار میتونن برقرار کنن رو سازماندهی بکنن با گروه های مرجع اجتماعی و این رو به صورت ساختار محور ادامه بدن و خب در کنارش ارتباطاتی که در داخل ایران شکل میگیره. و من واقعیتش اینه که یک امیدی به تغییر دارم، اون هم امیدم به جمهوری اسلامیه، یعنی به حماقت‌های جمهوری اسلامی، به ناکارآمدی‌هاش، به شیوه حکمرانیش، اینکه شرایط رو به نقطه‌ای برسونه که جامعه
اون ضرورت رو احساس بکنه که فعالین حوزه های مختلف اون ضرورت رو احساس بکنن که فارغ از اختلافات ایدئولوژیک، فارغ از منافعی که ممکنه که در این جنبش ها با هم همخوانی نداشته باشه، به همدیگه نزدیک بشن و در ارتباط با خارج از کشور شاید بتوان امیدوار بود. اگر این ساختار بله تشکیل بشه در آینده نزدیک این خورده جنبش ها به هم بپیوند.